بهتری آری، از ماه و پروین بهتری آری، همچون پری افسونگری آری، دیوانه ی رویت منم، چه خواهی دگر از من، سرگشته ی کویت منم، نداری خبر از من. آنچه که شنیدید هم جان و هم جانانه ی اما نام دارد که ستار آن را در آغاز برنامه 100 سال ترانه بازخوانی می کند. ترانه‌ای که قدمت آن به نخستین سال تأسیس رادیو ایران در سال 1319 باز می گردد و مجری اصلی آن جمشید شیبانی است. با خوش آمدگویی مجری برنامه فخری نیکزاد، تاریخ ترانه‌سازی در ایران آغاز می شود. اما بدون یادآوری از خوانندگانی که در یک سال پیش و تا حتی همین یکی دو ماه قبل درگذشتند، چگونه میتوان برنامه 100 ساله را مرور کرد؟ یک دقیقه سکوت برای حمید غنبری، الهه محسی و دیگرانی که روی در نقاب خاک کشیدند، گویا همه هزار را هم راضی تر میکند. به شیدا و عارف و تصاویر ویدیویی آنان میرسیم. مروری بر نخستین دوره ترانه‌سرایی نوین در ایران که جنبه‌های اجتماعی را جدا از زمینه‌های تنها عاشقانه و یار و دل و دلدار نیز در بر می‌گرفت. پس از شیدا و عارف نوبت به ترانه‌سازانی چون بدیزاده، مجید محسنی، حمید غنبری و جمشید شیبانی می‌رسد. جمشید شیبانی در سن 83 سالگی همچنان با قامتی بلند بدون خمیدگی به روی صحنه می آید. تنها بازمانده آن دوره شکوفایی ترانه. او از خاطرات دیرین خود سخن می گوید. ترانه های او ما بین آواز قمرالملوک وزیری و ملوک زرابی پخش می شد. یک روز پس از اجرای ترانه یاد تو، ملوک زرابی به اون میگوید تانگوش رو برای ما میخونی، رقصش رو با دخترای جوان میکنی؟ شیبانی به ملوک زرابی که از خوانندگان سنگین وزن ما بود میگوید خانم، آخه من با این هیکل چطور میتونم برقصم؟ آذر پژوهش، مجری دیرین برنامه‌های رادیویی، نیز از زبان خالدی دوره ای از ترانه سرایی را مرور میکند. ناصر رستگارنژاد، ترانه سرا، از کشف خود ویگن و ترانه مهتاب می گوید. ترانه پل گوگوش با شعر ایرج جنتی عطایی در واقع پلی است بین ترانه سرایی پیش از دهه 40 و پس از آن. کن سایه بونی از ترانه، برای خواب ابیشم بسازی، کمک کن با کلام عاشقانه. نوبت به تورج نگهبان و تأسیس استودیو تنین می رسد که سرآغاز ترانه های اجتماعی و معترض در دوران پیش از انقلاب است. نگهبان اما از اینکه تاریخ تأسیس تنین را یکی دو سالی پس و پیش گفتند برانگیخته است. در واقع سخنان کوتاه او جز اعتراض به همین بخش محتوای دیگری را در بر نمی گیرد. اعتراضی که با توجه به نبود مدرک مستند نوشتاری چندان منطقی به نظر نمی رسد. یاران استودیو تنین، ایرج جنتی عطایی و اسفندیار منفردزاده هر دو حضور دارند. جنتی از تعهد در ترانه سرایی میگوید و منفردزاده از شام آخر. فکر کنم تابلوی شام آخر مسیح، اون جمله معروف که دست دشمن من در این سفره است، خیلی حرف رو بتونه بزنه. در هم آمیزش مجموع 100 سال ترانه در این نشست، زمین که با زحمت اتفاق افتاده، نوعی امیدوارم خلط مبحث نکنه، برای اینکه حاضران دانش این کار رو دارن، وقتی هم تولید بشه به صورت هر وسیله و رسانه بیرون بره، از اینجا فرصت نقدش خواهد بود و اینجا فرصت نیست الان. فقط چیزی که میتونم اشاره کنم بهش ردشم این که جای بسیاران اینجا خالی هست، خب میشناسین چون نامشون برده شد. اون چه که ناگفته موند، از دبوسی اشاره شد توی مقدمه
مفصل نقد خواهم کرد بعدن، ولی اشاره شد که کلود دبوسی میگه صدای مردم رو یا میل و آه و ناله مردم رو از میان صدای سازها میشنوم. اونجا اشاره نمیشه که در سرزمین‌هایی چون ایران که هنرمندانش، فرهنگ ورزان و کارورزان فرهنگ و هنرش اون آزادی رو نداشتند هرگز تا این لحظه، که اون صدایی که کلود دبوسی میخواد بشنوه چگونه باید صداشو برسونه.